گزارش های مردمی می رساند که گروه طالبان تلاشی خانه های مردم شمالی را در کابل شروع کرده است. شمال کابل حالت نظامی به خود گرفته و طالبان با حضور گسترده تلاشی خانه به خانه را راه انداختند. همزمان با راه اندازی تلاشی گسترده سوی طالبان در شمال کابل و ولایت‌های پنجشیر، پروان و کاپیسا، شمار از باشندگان این مناطق این روش را تحقیرآمیز می‌پندارند. این باشندگان با انتشار تصاویر می‌گویند که جنگجویان طالبان با صورت ترسناک برای خود و فرزندانشان وحشت ایجاد کردند و به زور به خانه‌هایشان داخل می‌شوند. تلاشی خانه به خانه، خانه فقط خانه پنجشیری ها دیگه سایه خوجبورای جدید خیرخانه. یعنی هم وزید خانه ما ساعت 10:15 دقیقه طالب آمدن کل جای رگت وقت کدن. یعنی هم وزید خانه، یعنی هم کل چیز رگت وقت کدن خیستن رفتن. این هم دیگه وضعیت خانه، اینجا کل چیز گت و بد کردنه. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با نشر خبرنامه میگوید که عملیات گسترده تصفیه‌ای در کابل و ولایت‌های همجوار برای از بین بردن دزدان، آدم‌ربایان و افراد شرور را اندازی شده است. مجاهد می افزاید که این عملیات برای تأمین امنیت بهتر است و مردم نباید ترس داشته باشند. او می افزاید که کسی که مجرم نباشد و یا با مجرمان هم دست نباشد، هیچ مشکل برایش پیش نخواهد شد. در همین حال، امرالله صالح می گوید که از دیشب بدین سو ملیشه های طالب، خانه های مردم ولایت های پروان، کاپیسا، پنجشیر و کوهدامن را در کابل، به وحشیانه ترین شکل تلاشی می نمایند. صالح در صفحه فیسبوکش نوشته است که طالبان هیچ نوع احترام به حریم خصوصی مردم ندارند. از دید سردسته های جنایت پیشه و مزدور طالب، هر جوان که به این ولایات تعلق دارد مجرم است، مگر این که خودش را بیگناه ثابت سازد. صالح تأکید می کند که بی‌حرمتی به حریم خصوصی مردم به اساس خط قومی و محلی بهای سنگین را در پی خواهد داشت. ملیشه های طالب با بی‌ادبی مطلق و روش ضد انسانی تلفون های آیفون را به زور باز می کنند یا با خود می برند. پول نقد را مصادره می کنند و می گویند که عریضه کنید از کجا به دست آوردید. الماری های لباس مردم را به عزت می سازند و هر کس اعتراض کند شکنجه می نمایند. صالح می گوید که در چنین شرایط مقاومت ملی نیاز است. اما شماری از باشندگان کابل و ولایت های پنجشیر، کاپیسا و پروان این روش را غیر اصولی دانسته و می گویند که شکستاندن قفل خانه های مردم و توهین آنها حس نفرت در برابر طالبان را بیشتر خواهد ساخت. اما ذبیح‌الله مجاهد در خبرنامه گفته که در جریان این عملیات به هیچ فرد ملکی ضرر نمی رسد. تمامی تدابیر احتیاطی در نظر گرفته شده و با مردم رفتار خوب خواهد شد.